خب بینندگان عزیز، سلام بر شما. امیدوارم که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظارتون باشه. خیلی خوشحالم که باز فرصتی پیش آمد تا با آقای دکتر کاظم افشارها باشیم از کانادا. ایشون همون جوری که در برنامه قبلم بهتون گفتم مهمانی دارن که تقریبا یه جورایی صاحب خونه هستن در تلویزیون مردم. قبلا برنامه داشتن اینجا آقای ضیا مصطفی زاده که هر وقت تماس بگیرن با تلفن ایشون رو روی خط خواهیم آورد. تلفن ما هم اینجا هست 202-695-2573. آقای افشارها، این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در سر تا سر جهان، بفرمایید. من سلام عرض میکنم و امیدوار هستم که همه دوستان خوش و خرم باشند. بسم الله الرحمن الرحیم. یا من هو اختفا لفرط نوره، الظاهر الباطن فی ظهوره، الحمدلله الذی خلق السماوات والارض والذی یحق الحق یزهق الباطل و یزیح الشبهات، الصلاة والسلام علی سیدنا رسوله البشیر النذیر محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله طیبین طاهرین. با سلام و درود بیکران بر موحدین عالم، بر معتقدین به مالک یوم الدین و صاحب ملک و ملکوت، و با تشکر از شما آقای سربی برای ایجاد امکانات. قبل از هر چیزی بنده لازم میدونم بدون هیچ گونه تعبیر و حاشیه‌ای ضرب المثل زیبای ایرانی رو یادآور بشم. دوستان خواهند گرفت، گفتن به روبا، گفتن او شاهده، گفت من. بعد از این جریان و عرض حضار و بینندگان عزیز برسونم که دلم میخواد آقای سربی مقصود بنده رو از اجرای این برنامه ها دوستان بگیرن، با این که مکررن گفتن به گفت سر من از ناله من دور نیست. دوستان بدانن که بنده نه اپوزیسیونم و چون مشابه تمام این آقایون بیننده و شنونده و حضرت عالی آقای سربی، هم وطنیت این کشور رو داریم، هم وطنیت کشور مادرزادمون، یکی خوشش می آید از آن کشورش بگوید، یکی خوشش می آید از این کشورش بگوید. اگر بنده روزی بخواهم درباره کشورم بیان بکنم، ترجیح می دم درباره این کشور، یعنی درباره کشور انتخابی غرب صحبت بکنم، که گهگاه هم صحبت میکنم. بنابراین نه اپوزیسیون هستم، نه ادعایی دارم بر اونجا. معتقد هستم که مردم ایران عالی ترین تصمیمات رو میگیرن و خودشون به موقع به هر طور که دلشون خواسته است همان طور که عمل کردن باز هم عمل خواهند کرد. و بنده خودم را میگویم دقیقا اگر من درباره اون کشور صحبتی بکنم، همان مصداق محتشاند نور و سگ او کند می شود، در حاشیه این شستم و برای جای دیگری صحبت می کنم. من این قصد رو ندارم. بنده در یک دیدگاه فلسفی خداخواهی و لزوم خدا از برای بقای بشریت صحبت میکنم، مطلقا توجهی بر اینی که در سوریه، در لبنان، در امریکا، در اینجا ممکن است به مختزای زمان صحبتی بشود، اما بحث بنده سیطره بر این مسائل داره. هیچ گونه اصلا من توجهی به این قوانین و موضوعات و مسائل و صحبتهایی که میشه نداشته و نخواهم داشت، چون من یک قانون میشناسم، قانون اخلاق انسانیت است، انسانیست، و آن هم منبعث از ادیان بوده و خواهد بود. در همین مختصر و
فاکتورهای زیبای اجتماعی اگر در همین قرن هنوز درخشش دارد و مردم در لوای آن استفاده به اصطلاح استفاده می کنند و بهرمند می شند، به علت وجود اعتقادات مذهبی در همان رهبران و واضعین قوانین این مملکت هاست. دنیای بی خدا غیر قابل تصور است. حالا بعد من مدارکش رو میارم اگر لازم شد، که خود این فرهیختگان و خود این فلاسفه و خود دانشمندان غربی هم تا چه اندازه دلنگران این مسئله. چون توجه داشته باشید که متاسفانه سلسله شیاطین در غرب دارن فعلا حکومت میکنند. اینها عشیرت و شیاطین هستند و هر بلایی که داره به سر انسان میاد انحصارا از تصمیم گیری همین هاست. آقای سوال کرده بودن که آقا این کشت و کشتاری که در سوریه و اون برها میره، حالا اگر بخش صحبتی بکنم درباره اون آقای عین بی که سوالی کردن، اینا جزئیاتی است که به دست عشیرت و شیاطین انجام میشه. اگر نه خداوند قادر متعال به دین من در دین اسلام فرموده است لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم، در بهترین اعتدال ما بشر را ساخته، ثم مرددناه اسفل السافلین. وقتی استکبار کرد، وقتی سرپیچی کرد، وقتی تمایلی به قوم و شیاطین پیدا کرد و اسفل السافلین پیدا، یعنی همین کاره از خاکی. توجه داشته باشیم به این نکات. بنابراین در همین جا شاید پاسخی داده باشم به آیه عرض کنم عین بی که این جریاناتی که شما میبینید رخ میدهد در این به اصطلاح نقطه کوچک کون و کائنات یعنی کره زمین، اینها اداها و اعمال قوم و شیاطین است. البته خداوند نظارت دارد، بینایی دارد، صحبتهاشو به وسیله پیامبرانش رسونده که اینها مکافات رو خواهند داد، ولی به روز موعود. جنرال آیزنهاور تصمیم گیری میکنه، میگه آقا حمله کنید در نورماندی، اینجوری کنین اونجوری کنین. حالا اگر یک سربازی یک ظلم علنی کرده، یک آدم بیگناهی، این ارتباط با آیزنهاور پیدا میکنه، حکم را داده است. اونها ناظر کلی هستن. من بنابراین آقای سربی مصداق و به اصطلاح تایتل گفتارم توجه داشته باشی مطلقا به این مسائل عرض کنم اپوزیسیون یا به قول خود همین آقای گاهی میگن اپوزیسیون از این صحبت ها نیست، یک صحبتیست ماورای این مسائل درباره این که چرا در تخریب عقاید و عقیده بشر برای میل هرچه بیشتر او و به اصطلاح پوش چی میگن فشار هرچه بیشتر اون به سمت بی خدایی در اون مقولات صحبت میکنی، چون خوف و به اصطلاح ترس بی خدایی در دنیا هرچند که پیش نخواهد آمد، لکن این ترس وظیفه عرض کنم فرهیختگان نویسندگان عرضم به حضورتون که و پویندگان راه حق و حقیقت هست که بیان میکنن. من در اون جریان و هر موضوعی هم که مربوط به مسائل سیاسی و این زخارف و تسعیات، چون من شاه و فرمان فرما و فرمانده و رئیس جمهور رو پشیزی اصلا حساب نمی کنن، برای بعضی ها ممکنه خیلی مهم باشه، توجه داشته باشن. اینها جزئیات هست. زمانی که شما به ملکوت بخواید تفکر بکنید و اندیشه بکنید، اینها رو هیچ چه نمیبینید. یک روزی هم آقای سربی من مثالی خدمت شما عرض کردم که یک اسپری بر میداریم میزنیم 2 میلیون پشه که دارن میرن حیوانها تغذیه بکنن از اون سیب قشنگ بخورن، همه رو میکشیم. خب این چه تعبیری پیدا میکنه در عالم، نه در دیدگاه ما که میگم آقا پشه رو باید کشت،
توجه داشته باشی. عدلی که به عقل بنده و جناب عالی و دیگران میرسد که میگیم یعنی تساوی، مرگ فقط در مرگ است، فقط. چون میفرماید کل من علیها فان، همه باید برن، همه هم که میگه نه جان داران، آهن میره، دریا میره، کوه میره، درخت میره، همه چی بالاخره فانن. آن عدالتی که مورد عقیده بنده یا جناب عالی یا آقای قینبه خواهد بود که فکر میکنیم ال نشود، بل نشود، کشته نشود، نمیدونم ظلم نشود، فقط اون عدل ظواهرش در مرگ هویداست. در عالم و در جهان خداوند قادر متعال گفته است آقا کارهای خوب جزا دارد، کارهای بد هم جزا دارد، و دنیا داره میچرخه، مشتی شیاطین بر سر کار هستن و همه میدونن که همین نمیدونم آیسیس و اینو اونو، خودشون میگن که مثلا یک خبیثی یا یک خبیثه اینا رو علم کرده. دیگه چرا پای عرضم به حضورتون که قدر قدرت و قوی شوکت عرض کنم عالم ملکوت یعنی الله جل جلال ما بیاریم توی کار که بگیم بی این دلیل حالا ما میخواییم مثلا میگم بی خدا بشویم. ضمناً آقای سربی مثلی که شما پاسخی در برابر آگهی و نگرفتین از این آقایان که این بی خدایان اگر مرشدی خواهدی چیزی دارن بفرمایید که ما هم پول به خودش بدهیم به قدر کلان و هم پول تلویزیونش را بدهیم و با ادله ثابت کند تا مشکی معتقد فرهیخته رو در این به اصطلاح پیران سر زندگی بیارن به کیش خودشون، ما هم قدری از لذائذ بی خدایی بهرمند بشویم. چون راسین کلوف در کتاب عرضم بود اگر اشتباه نکنم اسمشو، در کتاب مکافات جنایات و مکافات داستویسکی میگه همین که پذیرفتیم خدایی نیست همه چیز مجاز است. در این همون نقطه خوف فرهیختگانه، توجه داشته باشن ما در این مقوله صحبت میکنیم، نه در اینی که بخوایم بگیم فلان کشور یا این کشور یا اون کشور. به قول قدیمی ها و مثال بسیار بسیار پیش پا افتاده مشهدی ها میگفتیم کلب کدو لعنت به هر دو. تمام این فرمایان روایان غرب و شرق تمامشون هر کدام از شجره خبیثه‌ای هستن، مگر آنکه ریسمانی به مقاصد الهیه داشته باشد، اون وقتش جداست. ما به امور سیاسی که به اصطلاح بسیار بسیار در دیدگاه ما خصوصا در قرن حاضر به شکل مافیایی و عرضم به حضورتون که زر و زور و بگیر و ببند و معاملات پنهانی و فشارهای نمیدونم از صهیونیستی و نمیدونم مدیایی هست، به قدر پشیزی ارزش قائل نمیشیم که حالا بیاییم بالای صحبت کنیم که آقا این قانونه یا اون مانونه یا این نمیدونم قانون رو کمش کنیم زیادش کنیم. بنده خودم رو به اینطور مسائل شأن روحی خودم رو عجل میدونم بر ورود به این مسائل و معتقد هستم از دیدگاه فلسفی جهان هستی به اعتقاد به خدا نیازمند است. برای همان افرادی هم که پهلوی پرست و شاه پرست و این صحبت ها هستند، مثال از خود محمد رضا پهلوی آورده که در مصاحبه اش با اوریال فرانچی اگر اشتباه نکنم اسم این خانم رو، ایشون میگوید به قدری اهمیت دارد که اگر نعوذم بالله خدایی نبود باید خلق میکرد. بروید آقا و قدری مطالعه بکنید و از این عرضم به حضورتون که حاشیه های زائد دوری بگیرید. عرضم به خدمتتون که آیه سربی در خلال این یک هفته طبعا یکی دو سه نفری مشابه همیشه عنایت کردن، فرمایشی فرمودن، تلفنی زدن، ایمیلی کردن که به هر حال جای تشکر داره و آقای عینبه هم که انشاءالله شخصی حقیقی خواهد بود و صدای گرمش را خواهم شنید با تلفن، بنده نمیدونم چه اما ایست در این جریان که
پرهیز دارن از حلال دادن افتخار آشنایی و شنیدن صداشون به ما، بنده درزشون برسونم که در مجموع خداوند همه اینها رو میبینه، برای که میشون عرض کنم که بصیر و دانا به همه مسائل هستش. اما اگر منظورتون این هستش که نعوذم بالله نستجیر بالله شما بشوید فرمانده خدا، دیگه خواهش میکنم قدی یک کمی دست پایین تر رو بگیرید، این کار رو نکنید. هرچی که پیش می آید خوبی ها به دست افراد خوب و بدی ها به دست قوم و شیاطین انجام می گیرند. گفت دنیا هم جبر است و هم تبعیض. جبر در تولد است، هیچ اختیاری کسی نداره، و در مرگ است، این اون قسمت جبر زندگی است و خیلی چیزهای دیگه. و تبعیض و اختیار هم که به قول حضرت مولانا گفت این که گویی این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار است ای سنه. پس انسان هم میتواند خوب باشد، کارهای خوب بکند، این هم از فضل الهی است به دست همین بشر. و اون خبیثا و آن شجره خبیثه و اون قوم و شیاطینی که این جنایات، این آدم کشی ها، این تخریب رو میکنند، باز هم به دست همین انسان است. و فقط برای که مختصری هم پاسخ داده باشم، غرب انتقام خودش را از شرق و پیشروی اسلام، از ضرری که در جنگ های صلیبی دید، داره انتقامش رو میکشه و این ادامه خواهد داشت. توجه داشته باشید، البته اینها مباحث به اصطلاح مبسوطی داره که اگر بخوایم صحبت بکنیم بخت گیر است، و چون این بخت بهای مادی البته کمی هم دارد. برای تلویزیون ما تشکر میکنیم از تلویزیون مردم، اگر کسی بخواهد در این موارد بیشتر صحبت بشود میتواند برنامه ساپورت کنه به قول خودهاشون، و به هر حال ما بگوییم که چرا غرب انتقام جنگ های صلیبی خودش رو که از 50 سال 30 سال بعد از ظهور اسلام، یعنی دقیقا مراحلش از سال 648 هجری میلادی، یعنی تقریبا 30 سال 20 سال بعد از اسلام شروع شد مراحلش، و واقعیتش که اصلا جنگ های صلیبی اعلام شد به وسیله اون کشیش اون پادشاه و حرفا، از سال 1100 بود تا 1300، 200 سال. قرب از آن موقع خودش آماده کرد، دید اسلام آمد، نیست فرانسه رو گرفت، رسید از فرانسه و از اروپا تا پینه، برو تا چین. اینها خانم ها آقایان دست انتقامیست که قرب درست به طریقه شیطان، تخریب فکری، تخریب ذهنی، هجمه فرهنگی و دیگر مسائلی که عرض کردم، اگر لازم باشه اینا توضیح داده بشه، عرض کنم که خوشحال میشم که وقتی باشد و اینا رو توضیح بدیم، خصوصا که یکی از سروران بنده از نظر علمی از کالیفرنیا به عمر کرانیست در اونجا هستن، ایشون با بنده تماس گرفتن و ضمن عنایاتی که فرمودن بعد از 30 سال 40 سالی که ایشون بیشتر 40-45 سالی که در کالیفرنیا هستن و بنده 30 سالی در این طرف، به قول خودشون فرمودن پیداد کردیم و ایشون عمل کردن، خواستن از بنده که چون مطلع هستن که در مورد سابقه و سابقه به اصطلاح سلمان رشدی و انتشاراتش و کتابهاش و مسائلش بنده مطالعه شدیدی داشتم، توضیحاتی بدم که به قید حیات اگر انشالله عمری بود و وقتی بود حتما بیان خواهیم کرد، چون در آنجا دم خروس غرب و ضدیتش با وجود پروردگاری که ویران کننده اعتقادات سازنده بشریست بیان خواهد شد. من عرض کنم که ایفای وظیفه خواهم کرد و صحبت خواهم داشت در جلسات آینده. عرضم به حضورتون که برنامه شما اعلام فرمودید که دوستی خواهیم داشت، چند دقیقه دیگه بنده خودم ازشون خواهش میکنیم که اگر بیننده برنامه هستن بعد با شما تماس بگیرم و بنده هم از فرمایشاتیشان مستفیض بشم. دنباله کلامم این هستش که
آقای این عرض کنم که سربی، آقایانی که سوالاتی میفرمایند خواهش میکنم توجه بفرمایند به عرایض پاسخی بنده. آن اینکه آقای اینه به سوال فرموده بودند، من کپی هر دو ایمیلیشون رو گرفتم، فرموده بودند در سطح کلاس 6 ابتدایی پیام بکنید که من اونجا عرض کردم. این بار هم در همین عرایضی که الان ایفاد کردیم و به عرض رسوندیم بیان داشتم که در مجموع این مسائل رو عرض کنم که هوال بصیر، هوال خبیر همه اینها رو میبیند، با خبر است، خیلی خیلی خوب عرض کنم رصد میشود در به اصطلاح دستگاه پروردگاری. لکن توجه داشته باشید که انسان با فلسفه خلق شد، با فلسفه زند، یعنی با فلسفه حساب به مقصود منظورم در این هست، به قصد آفریده شد، به قصد باید زندگی بکند. حالا اگر ما قصد و راه رو فراموش کردیم که از طرف پروردگار تعیین شده است، تبیین شده به وسیله انبیاء فرستاده شده، از کنم مسیح، ارزم بزرگتون موسی، ارزم بزرگتون محمد از رسول الله و غیر ذالک، این را اگر گم کردیم تقصیر ماست. آن انسان به مقصود آفریده شده و در مجموع شاهد و ناظر کارهای خوب و بد خودش باید باشد تا زمانی که به هر حال یا شربت گوارا بنوشد و یا قسلین از وجودش بیرون بیاید. بگذاریم، یعنی همون روزی که قرار هست رستاخیز باشد. عرضم به خدمتتون که صحبتی که داشتم، حالا چون ممکن هستش آیه مصطفی زاده صحبت های داشته باشن، بنده تصور میکنم که موقع مناسبی باشه اگر بیننده برنامه هستن، شنونده برنامه هستن، تماس بگیرم با جناب عالی که بعد از فرمایشاتیشون بنده عرایضی داشته باشم به عرض برسونم. ممنونم از شما. منتظر آقای مصطفی زاده خواهیم بود. ضمناً شما دو تا چیز رو گفتید، یکی این که دعوتی که کردید از بی خدایان یا ناخدایان پاسخی نیومده. خیلی از این دوستان، بله آقای مصطفی زاده اینجا هستن، میخوام بعداً در این مورد صحبت میکنیم. عذر میخواستم. آقای مصطفی زاده بفرمایید. سوربی هستم در خدمت شما. آقای افشارها هم اینجا حضور دارن روی خط از طریق اسکایپ. بفرمایید. سلام افکنم خدمت شما و آقای افشارها و بینندگان خوب شما. با بلاشم اصلا من کاری ندارم. امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه آقای سوربی. آقا مسئله ای ندارم. خیلی در خدمتتون نبودم، امشب خوشحالم که با شما صحبت کنم. جناب سوربی، شما یه سوالی فرموده بودید. سوربی من صدا دارم این چی؟ بله ما صدای آقای مصطفی زاده رو اینجا داریم، نمیدونم چرا صداشون برای شما نمیان. حالا اجازه بدید آقای مصطفی زاده صحبت کنه. آقای مصطفی زاده بفرمایید. شما سوالی فرمودید در رابطه با اینکه خدا چرا شیطان را آفرید و چرا زورش به شیطان نمیرسه، درست میگم؟ بله، یکی از دوستان سوال کرده بودن، به من گفته بودن در برنامه بپرسی و هر کسی مایل هست در این باره صحبت کنی. بفرمایید. بله، به حضور شما هست که شیطان شاهکار آفرینشه بنا به اعتقادات مذهبی، نه مذهبی، دینی. به اعتقادات دینی شیطان توسط خدا آفریده شد و به حضور شما هست که شیطان از فرشته های مقرب درگاه خدا بود. پس خدایی که بنابر اعتقادات دینی از همه چیز آگاه از گذشته و حال و آینده، پس اطلاع داشت وقتی شیطان رو می آفرینه اون چگونه موجودی هست. و این طوری که من در ادیان به اصطلاح یک تا پرستی که به هزار اسم ازش صحبت میکنن، چه دین یهودی، عیسوی و اسلام، شیطان واقعا شاهکار عالم خلقت و اینکه خدا اون رو آفرید و اون که بهش اجازه داد
که به هر کاری که دلش میخواد دست بزنه یک کار بسیار منطقی، فلسفی، درست و بدون عیب و ایراد. به حضور شما هست که خدا انسان رو میگه، کتاب میگه خدا انسان رو آفرید و اون رو خلیفه خودش بر روی زمین قرار داد. پس خلیفه خدا معمولا باید دارای اختیارات وسیعی باشه و قدرتی بالاتر از قدرت خدا هم در ادیان وجود نداره، در نیست که دین. به حضور شما هست که شیطان آفریده شد و تمرد کرد از امر خدا. برای چی؟ برای اینکه اختیار انتخاب انسان کامل بشه، یعنی بد وجود داشته باشه، خوب وجود داشته باشه و انسان یک بودی نباشه. چون اگر انسان هم یک بودی بود با حیوانات دیگه هیچ تفاوتی نداشت و قادر به انتخاب نبود. بنابراین انسان که خلیفه خداست دارای ابعاد بسیار زیادیه و دارای اختیار انتخاب، و این اختیار انتخاب انسان انسان رو از موجودات دیگه متمایز میکنه. در ذهن ادعی هستن که مدعیان که خدایی وجود نداره، همونطور که آقای افشارها چند دقیقه پیش من شنیدم فرمودن خدا واجب الوجوده. توجه میکنید اگر هم به قول شاه گفته نباشه باید بیافرینیمش، چون اساس ادیان بر خدا قرار گرفته و خدا و ادیان قوانین رو برای ما آوردن. ضمن اینکه قبل از ادیان اخلاقیات وجود داشتن و ادیان اخلاقیات رو رد نکردن، اخلاقیات رو توأم با قوانین یعنی بایدها و نبایدها کردن. و اگر امروز آقای یزدان خداوندلو یا افراد دیگه‌ای که منکر خدا هستن توجه می‌کنید اینها صحبتی میکنن به کسی متعرضشون نمیتونه بشه، دلیلش همون وجود قوانینه. اگر نبود ممکن بود همین خود بنده که اینجا نشستن بتونن هزار بلا سر این آقای میگیرن. راست میگن در دنیا بالای دست بسیار. به هر حال این واجب الوجود باعث وجود قوانین شد و این قوانین که از ادیان به وجود اومدن امروزه حافظ آقای چمناراست میاد هر چی دارش میگه هیچکم نمیتونه شده تا آقای نصر احمدی، همینطور آقای یزدان خداوندلو، آقای مشتی و امثال اینا. پس خدا واجب الوجود به این دلیل که بنده و شما در پناه قوانینی که ادیان به وجود آوردن و بعدها شاید که به دلیل حکومت های فاسد این قوانین بعضیاش خوب نیست یا بده، که همون بدش هم حافظ همه ما هست، توجه میکنیم ما میتونیم آزادانه در این جهان زندگی کنیم و کمتر کسی متعرض ما بشه. این پاسخی که در رابطه با وجود شیطان و از اونجایی که خدا بنابر اعتقادات هرگز مرتکب اشتباه نمیشه، پس مرتکب اشتباه نشده، شیطان رو آفریده اجازه داده بهش هر کار میخواد بکنه و باید تا آخر زمان هم این شیطان وجود داشته باشه. و در کتاب باز آمده که در روز قیامت شیطان در حضور خداوند ایستاده و افراد خاکی وقتی به اونجا میان بهشون میگه بیچاره ها به حرفهای مهمل مزخرف من گوش کردید ولی فرامین خداوند رو بهش توجه نکردید و کارتون به این روز بد افتاد. این از دلایلی که خدا چرا شیطان رو از بین نمیبره و چرا آفریده. به خاطر انسان شیطان آفریده شد و شیطان شاهکار عالم خلقته. این بحث من
در اینجا در این مورد تموم شد. اگر سوالی هست، اگر یادی هست، بفرمایید، من خدمتتون هستم. بسیار ممنونم از تماستون. فقط یه پرسشی، شما گفتید به خاطر قانون هست که اونایی که با خدا هستن به اصطلاح خودشون رو نگه میدارن و افراد با خدا رو آزار و اذیت نمی کنن یا به سزای اعمالشون نمی رسونن. دستور خدا تو کتابای مختلف، چون میدونم شما کتابای زیادی رو مطالعه کردید و سالهاست که تحقیق میکنید، دستور خدا چیه؟ چه رفتاری باید با اونایی که قبولش ندارن به اصطلاح انجام بده اون کسی که خدا رو قبول داره؟ ضمناً شما میگید که شیطان شاهکار آفرینش خداست، ضمن این که خدا خودش گفته بود که اون به اصطلاح انسان اون دیگه به اصطلاح احسن الخالقین هست. بله، شیطان انسان رو کامل میکنه. بله. یعنی اختیار انتخاب رو به انسان میده. وجود شیطان بدیها و خوبیتری ما رو به عکس اون کنگم خدا یکیه، آفریدگار یکیه، ولی خدا دوتا، خدای خوبی ها، درستی ها و خدای زشتی ها و بدی ها که شیطان آفریدگاره که یکیست و دوتا نیست. این بر اساس اعتقادات ادیان من خدمت رو عرض میکنم. آفریدگار یکیست و خداوند به معنای مالک، به معنای مالک دوتاست. خداوند بدی ها، زشتی ها، نادرستی ها و خداوند آفریدگار درستی ها و راستی ها. بسیار ممنون. شما نگفتید که شما یا دیگرانی که به خدا باور دارن باید به اون هایی که ناباور هستن چه کار کنن اگر قانون کشورها نبود؟ به هیچ کاری بر اساس همون اختیار انتخابی که خدا داده و شیطان رو آفریده که شما انتخاب کنید به هر کدوم راه میخواید برید، شما حق ندارید به نادرست ها و ناباوران هیچ تعرضی بکنید. این اصل قانون خداونده. حق تعرض به اونها رو ندارید تا اینکه مگر اینکه به صورت منطقی و درست با رفتارتون با انسانیتتون اونها رو متوجه بدکاری خودتون بکنید که اونها از راهی که دارن میرن برگردن. ما انسانها در برابر خداوند هیچی بر اساس اعتقادات هیچ نیستی. پس ما حق تعرض و تعلیم و تنبیه کسی رو نداریم و روز قیامت برای همین درست شده که اگر انسان کار زشتی کرده یا نکرده اون روز پاسخ بده. و در رابطه با روز قیامت هم فلسفه بسیار بحث داره که اگر بخوام صحبت کنم فکر کنم بیش از 10 ساعت باید صحبت کنم. بسیار ممنونم از شما. متاسفانه صدای شما رو آقای افشارها نشنیدند، ولی یادم رفت که بهشون بگم اگه اون شماره تلفن تلویزیون مردم رو بگیرن اونجا میتونن بشنون. امیدوارم که در برنامه‌های آینده باز هم شما با ایشون باشید و آمریکایی‌ها میگن شما میست شدین، یعنی ما شما رو به اصطلاح از دست، نه که از دست دادیم، یعنی چی میگن، دلمون براتون تنگ شده که باشید. و برنامه شما همیشه اینجوری بود که وقتی 5 دقیقه صحبت میکنید 5 تا سوال ایجاد میشه که این سوالا هر کدومش 1 ساعت احتیاج داره صحبت کنید. مثلا همین که شما گفتید ماها نباید کاری کنیم تا خودش روز قیامت کاری انجام بده، پس اون که میگه کفار رو بکشید و اینها یه مقداری جای سوال پیش میاره. ولی اجازه بدید چون امروز شما درباره وجود شیطان و چرا خدا شیطان رو دستش رو باز گذاشته همون پرسش ما به اصطلاح اکتفا کنیم تا در برنامه‌های آینده با مدیریت آقای افشارها جوری تماس بگیریم که صدای شما هم شنیده بشه. مثلا فکر کنم اگر بتونید. اگه اجازه بدید خیلی کوتاه درباره این مثلا من یک کلام بگم و بعد از شما خدا بدید. به حضور شما عرض کرد همونطوری که خدا شیطان رو آفریده در تمام نقاط جهان، در تمام مسائل جهان حضور داره، در تمامی کتب هم حضور داره. من این رو پاسخ دادم تا بعدن اگر لازم شد توضیحات بیشتر. در تمامی چی حضور داره؟ دومی رو متوجه نشدم. در تمامی
که اون که در عالم هست شیطان حضور داره. در تمامی کتب دنیا هم شیطان حضور داره. کتبش بله. ممنونم از شما آقای مصطفی زاده، اجازه بدید ما بریم سراغ آقای افشارها و حتما در این مورد زیاد. آقای صبحی خیلی خوشحال شدم که مستقیم با شما صحبت کردم. همچنین من هم خوشحال شدم. مرسی از شما. این نهایت تبارکالله، خدا حافظ. خدا نگهدار، با امید دیدار شد. خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، با آقای ضیا مصطفی زاده بودیم. اجازه بدید من اینو درست کنم تصویر، عذر میخوام ازتون. اگر آقای افشارها صدای ما رو نشنیدن، اشکالش اینه که ما این سیستممون رو اختصاص میدیم به صحبت با آقای افشارها. من یادم رفت باید میگفتم آقای مصطفی زاده به تلفنی که اسپیکر داره توی دفتر آقای افشارها تماس بگیره که صدای ایشون بیاد. در هر صورت آقای افشارها، ایشون گفتن که هم شیطان هست هم خدا هست، حتی یه جایی گفتن که اگر صدای بنده رو میشنویم بسیار خوب گفت. به هر حال بله. ایشون فرمودن، فرمایش فرمودن و مورد قبول افراد میتواند باشد میتواند نباشد. اجازه فرما به مبحث خودمون بفرمایید. فقط اجازه بدید من یه بار، چون شما یکی دو بار اسم این دوستمون علی آقای شیرازی رو آوردید، ایشون برای من نوشت که چون من روز چهارشنبه صحبت کردم، یه چند تا از دوستان هم دلخور شدن که چرا من میگم به جای تماس مستقیم با شما بعد از این همه تکرار باز با من تماس میگیرن. ایشون گفت که بعضیا یک معذوراتی دارن که نمیتونن صداشون یا اسمشون اینجوری مثل من و شما آزادانه پخش بشه. گفتیم باشه، ولی یه دوست ارمنی از کالیفرنیا برای من نوشتود آقای سربی شما چون اونجا صاحب خونه هستی و این دوستان اونجا مثل افرادی هستن که آقای سربی جانب. بله بنده به عرض محترمتون برسونم که صد برابر این مقداری که آقایان دلائل دارن یا معاذیر دارن، هزار برابر این، میلیون برابر این، بنده به سیستم های مدیایی و این کامپیوتر و این بازی هایی که با کامپیوتر میشه مشکوکم. بله بله. هیچ وقت هم عدول نمی کنم از این مسئله. یک اصل برای من، یک اصل ثابت شده ریاضی است. من تا صدایی نشنم، اونم صدای کسی یا با کسی برخورد نکنم، تمام اینها رو جعلیات میدونم. بله بله. توجه بفرمایید. معذوریتی کسی داره داره، بنده هم پاسخی گفتم. من هم حس حرمت میکنم اسامی افراد رو نمیبرم، با حروف اول و آخر ذکر بیان میکنم، این رعایت رو دارم. اما بنده هم پنهان نکنم که مشکوکم، یعنی من به بازی های کامپیوتری خصوصا که از جهل بنده نتیجه سرچشمه میگیره نمیتونم باور کنم. تمام این اعدادی که میگن 10 میلیون، 5 میلیون، 1 میلیون، یک رقاصه یک مسئله ای رو مثلا گذاشت یک دفعه 12 میلیون نمیدونم جواب دادن رفتن دیدن، اینا همه رو به زبان معمولی کشک میدونم، دروغ میدونم. اینو من جلوتر بگم، اینی که کسی بدهد، من مخلص آقایون همه هستم ولی آقایان حقیقی، چون آقای سربی شما خودتون استاد این کار هستید، میدونید که یک کسی میتواند به جای دیگری 50 تا عرض کنم مسئله مطرح کند و ایمیل کند و بفرستد. بعدم حسن این به اصطلاح برنامه های میدیای این هست که افراد با هم یک آشنایی، یک از کم همنوایی هم پیدا بکنن. آقا شما صاحب این ایشون؟ نه آقا، هیچ کس صاحب هیچی نیست، همه ذره ایم، همه خاکیم، همه فناییم و در این حال همه چیز هستیم. کسی اگر سؤالی دارد از بنده بدون واسطه، اگر نه این آخرین پاسخی است که بنده خواهم داد به احترام باسم آقای سربی و برنامهش. بسیار ممنونم. پس سؤال داره آقا جون، اگر کسی ارزش نداره، اینقدر ارزش به سؤال خودش نمیده که یک تلفن بزنه عدمش به ذ وجود. امیدواریم اینها رو بگیرن دیگه دوستان. زشته انسان تکرار بکنه. در ظرف یک هفته یکی دو نفر آقایون خانما زنگ میزنن، سوالاتی دارن، تشویق دارن، صحبتی دارن، فحشی دارن، حرف میدارن، میزنن که ما تا کی هی ببینیم عین به میاد. خب آقا اینا جهله، تمامش اینا بازیه. ما هم راحت کنیم بیننده و شنونده رو، اگر صحبتی میکنیم در هوا بپیچد، اگر کسی گرفت
از کنم پست و رب الکعبه، اگر هم نگرفت که باز هم نگرفت، کاری نداریم. شما میخواید اثبات خدا رو بنده برای شما انجام بدهم که چی؟ که میخواید حرف جلسه زیاد کنیم. خب برادر بزرگوار این انصاف نیست. در حال بگذاریم حالا از این صحبت. آقای سربی عزیز، بله بله، بنده صحبت جان مصطفی زاده رو نشنیدم و مانعی هم نداره بر هرچی که گفت صحبت بیان کننده نظرات اشخاص هستش نه تعبیر دیگران. قرار من به ایشون اعتقاد کامله دارم از نقطه نظر مسائل اعتقادی و مطالب بیان شده جای بحث داره که چون نشینه مثلا بحثی هم ندارم. و این آخرش رو که شما اشاره فرمودین من به شما عرض کنم که خداوند دستوراتش رو به چه وسیله قربان به انسان ها رسونده؟ پیامبران. شما بگید که بله، نه شما بفرمید دیگه، شما از من سوال نکنید. نظرتون رو بفرمید. خب اگه به چه وسیله پیامبران؟ بله پیامبران. دیگه راه دیگه که نیستش که. پیامبران چقدر هستن؟ ادیان مختلف، درسته؟ بنابراین باید ما در ادیان ببینیم چه گفتن. برای کسی که مخالفت با ذات پروردگاری میکنه که هیچ، بلکه برای کسی که اهانت میکند حتی صابه، یعنی ثبت کننده پیامبرانه، نه پیامبر اسلام، هر پیامبری که به اصطلاح اولوالعزم هستش و خداوند اعزامش کرده، اینها حکمی دارن در ادیان مختلفه که تقریبا شباهت هم داره. این حکم رو به مقتضیات اجتماعی انسان نمیتونه بگه. مثلا درباره سلمان رشدی حکمی صادر شده، فکر نکنید این حکم فقط یک نفر روحانی بیان کرده، نه، شما در فقه شیعه، در فقه حنفی، حنبلی، مالکی، وهابی، تمام اینها رو که شما ببینید و مطالعه بکنید، جزای صاحب پیامبر و مستهزئین به اصطلاح به پیامبران صادر شده، استنباط کردن و گفتن. حالا ضرورتا نباید اجرا بشه، بله، همه کس عقاب و جزایش در روز رستاخیز انجام خواهد، یه حکم کلیه. اما حکم اینی که به هر حال این شخص در حالی که داره عرض کنم ساب میکنه حضرت موسی علیه السلام رو و داره توهین میکنه، یک حکمی داره در ادیان که خب یک زمانی میتوانن اجرا میکنن، یک زمانی نمیتونن، خب افتاز نگرفته پادشاهه. آقای سربی، من یک مسئله رو در همینجا بگم و اون این که جواب اون دوستانی که تصور میکنن که مردم تحریک شده ای دسته نمیدونم هر رافین و روحانیون هستن، تصور بکنن که مثلا ارز کنم بی اعتقادن ولی به اجبار دارن تحمل میکنن، من این مسئله رو چون به چشم خودم دیدم و به اصطلاح در جریانش بودم، درست مشابه دوره سه ساله لیسانس گرفتن مرحوم آقای دکتر شریعتی که از دانشگاه مشهد فارغ التحصیل لیسانس ادبیاتشون رو ایشون در ادبیات عرب گرفتن و بعد هم چی شد اعزام شد، یه حرفا کار نداریم که چه بورسی گرفتن چطور شد اینا، همشون از حرام نشمس برای کسانی که با ایشون در جریان بودن، نه برای اینی که یک کسی دومی از روباه گفته باشه اینجور بوده اونجور بوده. این رو بنده به دو چشم خودمون و با گوش خودمون و با تعقیب خودمون در مشهد میدیدیم که ایشون کی بود، ایشون چه کرد، ایشون چه بود. بگذاریم مشابه اینها، این مسئله هم که میخوام عرض کنم الان خدمتون، بنده به خدمتون ارائه میدم. تقریبا سال 58 بود، چون من دوران انقلاب از سال 56 تا 59 رو بنده در عرضم به حضورتون که امارات عربی اون زمان بودم، به زمان محمد رضا پهلوی رفته بودم در اونجا
و به زمان انقلاب برگشتم. سال 59 ماموریتمون تمام میشد، ولی مرحوم رجایی چون آشنایی داشتش با ما، اونم دبیر ریاضی بود، ما هم دبیر ریاضی بودیم، در دبیرستانهای در تهران کار میکردیم، اینا با هم دیگر کاری نداریم. دوران بحرانی بود، یک چشمایی از من خواستش که آقا اونجا ادامه بدیم تا ما سرپرست بفرستیم برای اونجا، کاری نداریم. اینا دوره انقلاب خارج بودن. 58 من در تو تابستان 58 آمدم، چون ترتیب شده بود دیگه مدارس، از بوزوی اومدم به کجا؟ تهران. در دانشگاه تهران چقدر از انقلاب میگذره آقا؟ شما تیر ماه را اگر در نظر بگیریم 5-6 ماه، اونجا یکی دو ماه، 8 ماه 7 ماه از انقلاب گذشته، درسته؟ بله. چون انقلاب 57 بود دیگه. بله بله. در توی محیط دانشگاه تهران رفته بودم احوال دوستا و صحبت ها رو بپرسن، بودم ادهی جمع بودن در اون میدان شملش. یک پسری دیدی همیشه از این شیرین بچه ها پیدا میشن، از اینه که میخوا خودشون رو لوس کنن. این اومده بود آقا، داشت استهزا میکرد، مسخره میکرد نماز خوندن رو، با حالت به اصطلاح رکوع رفته بود و میگفت خودشو میجنبوند و میگفتش سبحان الله سبحان الله سبحان الله، زنی که بری هم به باسنش میداد. یک عده زیاده هم دورش بودن این بر بچه ها. ایشون در همین حالت رکوع که بود، که البته داشت شیرین بازی هم میکرد این حرفا، خدا گواه آیه سربی باور بفرمی، یک شخصی، یک پسر، یک کسی در همون جاها، در بین این افراد یک پای در میان عرضم به حضورتون که بیزه و پای ایشون زد. سبحان الله که چه قدرتی داشت که این با اون پاش حداقل 4 متر این پسر رو پروندشون کرد و با فحاشی‌های آنچنانی شروع کرد که فلان فلان شده، تو داری استهزا میکنی، داری مسخره میکنی. و سبحان الله که تمام اون شیرین بچه های دیگری هم که دور اون بودن مثل همین اپوزیسیون ها مثل برف آب شدن، ناپدید شدن. تا اون پسر به عذرخواهی و هنوز یادتون باشه تیر ماه نه عرضم به حضور شما سپاهی بود، نه چی، هیچ خبری هنوز نبود، نشان میداد که چطور خود افراد، خود اشخاص، افرادی هستند که یکی مرد جنگی به 100,000 در اونها وجود داره و از اعتقاداتش به اون نهد به اصطلاح چه کار میکنه؟ دفاع میکنه. اینها چیزایی که انسان خودش دیده. حالا هی آقایون بشنن و بگوین که آقا اینها به زور اینطورن، اینها به زور خارج نمیتونن دین رو فلان کردن، مردم دین ندارن ولی به زور میگن، اینها آقا ترهات است، اباطیل است، حرف مفته. پرویز ثابتی، چمنارا، افراد مشابه اینها که اعتقادی بخوان نداشته باشن، البته من هرگز نمیگم، امیدوار هستم همه معتقد باشند و خیلی هم ارزم به حضورتون اعتقادشون بیشتر از دیگران، ولی کسانی که تصور میکنن و تبلیغ میکنن و میگوین که آقا این دین به زور است، این اعتقاد آنچنان است، اینها همه آقا در خاون باد زعفران میکوبند، بی خود مرتلن. بدانند که مردم از اعتقاداتشون دفاع میکنن. و یادتون باشه من گفته ای دارم از آقای راسل، بران راسل، که بعد از اون صحبت هایی که با مرحوم علامه جعفری اینها داشته در کتاب خودش نوشته، که بزرگترین و به اصطلاح بارزترین، برای که این مسئله این گفته ایشون باشه، اجازه بفرمین از متنش من اینجا به اصطلاح گذاشتم که بیان بکنم که فکر نکنن یک وقتی مسئله است. میگم برتراند راسل با توجه به مکاتبات فلسفیش با مرحوم علامه جعفری در بررسی مقوله قدرت نوشته است به آسانی میتوان این دعوی را مطرح کرد که باور، باور که میدونید آقای عرض کنم که صحبی یعنی ایمان دیگه، مطرح کرد که باور دارای قدرت مطلق است و همه صورت‌های دیگر قدرت از آن ناشی می‌شود. آقایان، خواهش
خانم ها، این رو روحانی نگفته، انقلاب نگفته، شخص معمولی نگفته. فرانداسل گفته که خب برها به مورد قبول فرایختگان باشه دیگه، بحثی نداره. ارتش ها بیفایده اند مگر آن که سربازان به امری که برایش می جنگند باور داشته باشند، یعنی ایمان داشته باشند، و قدرت جامعه تنها بر شمار افراد و منابع اقتصادی و توانایی های فنی آن وابسته نیست، بلکه به باورهای آن هم بستگی دارد. اگر همه افراد یک جامعه به یک عقیده تعصب‌آمیز پایبند باشند، غالبا قدرت آن جامعه افزایش می‌یابد. این شاهدی است از فیلسوفی که می‌تواند مورد قبول همگان باشد. آقایون، خانم‌ها، قدرت ایمان سازنده است. اگر نکات منفی با ذهن ضعیف خودمان در ادیان پیدا می کنیم، آنها را با آن همه منافعی که دارند باید صرف نظر کنیم. چون مکررن بنده عرض کردن که ادیان می تواند مصلح باشه برای روح انسان، پروتکت کنه انسان رو، نگهداری کنه انسان رو از کارهای ناشایسته، و این همان چیزیست که هر کسی و اون اعتقاد داره و مایل هست که اینطور باشه. شما یک زندگی رو در نظر بگیرید، یک شخصی رو در نظر بگیرید که این هیچ باوری نداره. مثلا یک دختر معصوم که الان در کلاس 11 است، در سال دوم دانشگاه، هیچ آموزشی نداره، نمیدونه، فقط و فقط از پلیس مثلا میترسه. همین این اعتقاد دیگر، یعنی اعتقاد راهنما نداره، عقیده راهبر نداره در خودش، چه خواهد شد؟ حالا اینو تعمیم بدید در 7 میلیارد جمعیت دنیا. سازندگی اعتقاد به خدا را فراموش نکنیم. و این دقیقا همان پاشنه آشی، همان نقطه ایست که غرب بر علیهش اقامه دعوا کرده و به انواع مختلف برای تشکیک در ذات پروردگاری در ذهن افراد عموما و جوانان خصوصا داره تلاش میکنه، و ما به اندازه خیلی خیلی خفیف و ضعیفی میخواییم با همین برنامه های جزئی وظیفه خودمون رو در جلوگیری از این فکر شیطانی ایفا بکنیم. به قول مرحوم آقای دکتر حسن صفاری بودی شبتمانی، میگفتش ما کرم شبتاب هستیم، مقدر این رو گفتم و بازم خواهم گفت، 4 میلیمتر دور خودمون روشن میکنه. آنهایی که مدیای قوی در دست دارند میتازند، آنهایی هم که ندارن مثل بنده و حضرت عالی جناب آقای سربی در همین محدوده کوچک بیان میکنیم که دوستان عزیزان، بحث ما در استلزام و الزام به اعتقاد وجود پروردگاری است که جای تردید نیست، ولی بعضن ایجاد تشکیک در ذهنها می شود، زیرا این اعتقاد تولید قدرت میکنه برای انسان. حالا هر کس به هر دینی، مطلقا صحبت دین نیست آقا، نوع دین، مطلقا صحبت یک کشور خاص نیست، موضوع پروردگاری است با رسولانی که اعزام کرده است، و مسئله به بشریت هست نه به کشوری. هر آقا و خانمی هم که درباره نمیدونم کشوری، جایی، شهری، مسئلهی داد سخن دارد و این حرف ها رایگانشان باد، و ما هم به خوبهاش گوش میدیم، به بدهاش هم گوش میدیم، بلکه اهمیتی برای ما نخواهد داشت. دلم میخواد آیه سربی انگیزه عرایز بنده برای بینندگان، یا حد اگر 2 نفر 4 نفر دوستی که اجباراً اینها رو میشنبن، روشن شده باشد که ما نه عرضم به حضورتون که تلاش سیاسی داریم، نه میخواییم جایی رو نجات بدیم، نه جایی رو میخواییم آزاد بکنیم. اینا باشه ما همون رضا کوچولو و این و اون و دیگران کارشون رو بکنن. ما در یک دیدگاه عمومی و پروردگاری داریم صحبت میکنیم، امیدوار هستم که انشاءالله تیر به نشان بنشیند، و اگر شده 1 نفر را نقش کلمه شرطابی ایمان را
انجام داده باشیم و اگر اینطور بشود بعد میگیم فست و رب الکعبه الحمدلله که به مقصود رسیدیم. در مقابل اینقدر عرض کنم هرز درائی های خبیثان که بر همه معلوم است که بر خدا و پیر و پیغمبر و همه ادیان با چرتیات خودشون خط بطلان میکشن، یک صدای ضعیفی هم از یک گوشه باشی که بگیم آقا زیاد هم تند نرید. عرضم به حضورتون که وجود حتمی ایشان سود بخش است ذات پروردگاری، نه اینه که خیالتون برسه آزردگی ایجاد میکنه. آقای صبحی چقدر وقت داریم؟ وقتمون دیگه تمومه و باید خداحافظی کنیم. خیلی خوب، بنده هم مستفیض شدم ولی برنامه امروز رو بنده خودم نتونستم ببینم. حالا در اون تا چند دقیقه دیگه براتون ویدیوشو میفرستم که ببینید. خواهش میکنم، خیلی متشکر هستم و آرزوی بهترین ها رو برای همه دوستان دارم. ممنونم، شما هم آخر هفته خوبی داشته باشید به امید خدا. قربان شما. خدا دوستان عزیز، با آقای دکتر کاظم افشارها بودیم از کانادا. مهمان ایشون آقای ضیاء مصطفی‌زاده بودن. خیلی ممنونم. همین روشی رو که آقای افشارها گفتن، جانا سخن از زبان ما میگوید و حقیقتاً اگر میخواییم به صورت شخص حقیقی و حقوقی باشیم باید بیان بیرون و اگر معذوراتی داریم خب فقط شنونده باشیم. من درباره اون دوست ارمنی نازنین که گفته بود آقای سربی خب شما اونجا صاحب خونه هستید، این توضیح رو بدم. فکر کنید که من یه آپارتمانی دارم چند طبقه، شما طبقه دو هستید، طبقه سه یه نفر دیگه. اینو که میگم این ماجرای داداش من وقتی آمده بود آمریکا، مثلا طبقه دو بوده، طبقه سه ایشون با همسرش و پسرش بوده، طبقه سه چند تا آدم کره‌ای اونجا بودن و اینا بازی میکردن شبا، بیکار بودن یا ساعت کارشون فرق میکرده اینا، و یه نوع بازی مثل ما که تخته میریزیم تاس میریزیم صدا میده و اینها، این صدای عجیب غریب میده. بعضی از خونهای آمریکایی هم چون چوبیه این صدا اذیت میکنه. دوست عزیز من پتیک عزیز، همون موقع که شما بلند نمیشی بری صاحب خونه رو شب پیدا کنی بگی اینا این بالا دارن بازی میکنن، اولین کار اینه که شما میری در میزنی بهش میگی دوست عزیز الان ساعت 11 شبه، من میخوام بخوابم و این بازی شما نمیذاره من بخوابم. اگه اون گفت بله شما درست میگی، من حالا چون تو رستوران کار میکنم مثلا دیر میام حالیم نبوده و قطع کرد، ماجرا تموم میشه. اگه اون این کارشو ادامه داد تازه شما بعد از دو بار سه بار اون موقع با صاحب خونه تماس میگیرید. حالا بذارید براتون بگم چی شد. تازه صاحب خونه وقتی با داداش من و با پلیس و اینها آمدن دخالت کردن، پلیس آمد یه دستگاهی گذاشت توی خونهشون، گفت که صدایی که این بازی ایجاد میکنه انقدر نیست که ما به ایشون ورنینگ یا هشدار یا اخطاریه بدیم. دوستان یا باید صدا رو تحمل کنیم یا باید ما از اون خونه بریم بیرون. ما نمیتونیم اونی رو که صدای زیادی درست نمیکنه، غیر قانونی کاری نمیکنه، اونو اخراج کنیم چون شما عادت کردی مثلا ساعت 8 شب بخوابی. در اصل من این توضیح رو لازم دیدم بگم، ولی آقای افشارها چون داشتن صحبت میکردن و آقای ضیاء مصطفی‌زاده مهمونشون بود گفتم که یه وقت دیگه، ولی حقیقتا نتونستم تا دوشنبه هم صبر کنم. آخر هفته است، اگر تنکسگیوین خوبی داشتید لطف کنید به اونهایی هم که احتمالا گرسنه هستن در همین آمریکا، 40 میلیون زیر خط فقر، بچه ها شب گرسنه میخوابن. آقای افشارها با صحبت قشنگی کرد، گفت من ایرانیم و کاناداییم، دوست دارم در رابطه با کانادا صحبت کنم. خانم شایسته الهامی بارها گفتن چون از توی ایران آمدن بیرون اونجا نه رأی، نه حق رأی دارن، نه حق دخالت، حتی صریحا گفتن فضولی نمیکنه. من خودم میگم من اصلا نمیدونم چه خبره، ولی میتونم تو آمریکا بگم چون آمار هست، ارقام هست، افراد گرسنه هستن، کمک کنید. ما دوستی داشتیم آقای کوروش، این خودش و همسرش میرفتن به این گرسنه‌ها، مخصوصا الان که هوا داره سرد میشه به اینا که کنار خیابون میخوابن پتو میدادن، خوراک میدادن. خیلی از اینها شب که میخوابن صبح از سرما مردن. حالا این آمریکاست، پولدارترین، پرقدرتترین، البته ناگفته نماند این آمریکا موقعی پرقدرت بود که کارگر مجانی داشت،
یه سری سیاها، یه سری چاینیزا، برید بخونید تاریخ رو. از وقتی اینا گفتن آقا ما کار کردیم پولمونو بدیم، آمریکا ورشکست شده. حتی برژنسکی گفت آقا دیگه شما امپراتور نیستید، عذر میخوام، باید بریم سراغ آقای ارشاد. روز روزگارتون خوش، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، شما هم میتونید در این آپارتمان اتاق اجاره کنید و صحبت کنید و قانون و نمیدونم چیز همسایه را رعایت کنید. روز روزگارتون خوش، با امید دیدارتون دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر. دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر با آقای دکتر نصر احمدی هستیم از کالیفرنیا. مرسی.